مش حل میشه. حالا کارهایی که از جانب اولیاء خدا هست اینا بعضی وقتا فورا انجام نمیشه، طول میکشه، ما صابریم و ما تسلیم عصر حضرت امر حضرت ولی عصر علیه الصلاه و السلام هستیم. ان شاء الله امیدوارم که زودتر ان شاء الله حضرت نظر بکنن و این مشکل رو حل بکنن. و یک فایده ای که داره دوستان عزیز این پارازیت اینه که شما ماهیت این رژیم یزیدی را میبینید. این رژیم یزیدی دجال یک دسته ببینید با اهل بیت چقدر دشمنی داره. شما ببینید کانال هایی که خلاف اخلاق، کانال هایی که فیلم های خلاف عفت پخش میکنن ما پارازیت نداره. کانال هایی که بر علیه اهل بیت علیه مصلات و سلام تبلیغ میکنن واضح و آشکاره. شبکه اهل بیت علیه مصلات و سلام که از امامت امیرالمؤمنین علیه السلام دفاع میکنه، این کانال باید 24 ساعت پارازیت داشته باشه. این دشمنی آیا با امام عصر علیه السلام نیست؟ با من که اونها منازع شخصی که ندارم. عزاداران سید الشهدا علیه السلام قمه میزنن، قمه زدن چه ضرری به دولت ایران داره؟ شما به من بگید اگر یک جوانی در تهران میخواد قمه بزنه، یک جوانی میخواد در مشهد قمه بزنه، یک جوانی میخواد در اصفهان قمه بزنه، کجاش ضرر به دولت ایران داره؟ که اینها اونها را با تیر میبندن میکشن. اگر یک کسی پیش قمه گیر بیاد 80 شلاق کمتر بیشتر به او در دادگاه براش حکم صادر میکنن. شما به من بگید دوستان عزیز این علتش چیه؟ این دولت اصلا دولت یزیدیه، اینا دشمن اهل بیت علیه السلام هستن. اینو خوب بدانید. اینا عمامه دارن، ریش دارن، ظاهر اینا شیعه هست، آیت الله هست، اما اینا دشمن اهل بیت علیه السلام. در تهران وهابیت آزاد فعالیت میکنن، دست تهران دفتر دارن، شبکه های وهابی، تلویزیون های وهابی پخش مستقیم از ایران دارن، سابقه داشتن حالا نمیدونم. شبکه اهل بیت علیه السلام گناهش چیه که پولاش رو ضبط کردن، دفتراشون رو بستین، سرمایش برداشتین؟ اگر میگین که شبکه اهل بیت علیه السلام با خارج ارتباط داره، از دولت های خارج پول گرفته، کجاست سندتون؟ چرا شما نامردای بی‌دینه اون سند برای مردم نشان نمیدین؟ خب خیانت نکنین به مردم نشان بدین. اگر خب سندم که ندارین، معلومه که فقط هدف شما دشمنی با آل محمد علیه السلام و شما دشمن اهل بیت علیه السلام هستید.